یه روز که همراهی مگه بارون بگیره، نه نم بارونم میتونه چتر ماشه، نه نم بارونم میتونه چتر ماشه. یه شب که بی سقفی مگه همسایه باشیم، با من و تو مهدا میشه هم خونه باشه، با من و تو مهدا میشه هم خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جدا شه اون یکی از دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. پاییزو یه بهار میبینم، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه. وقتی که تنهایی ما رو از هم نگیره، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جدا شه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. منتظرم، منتظر شادیم، مسافر یه قایق بادیم. منتظرم، منتظر شادیم، مسافر یه قایق بادیم. منتظرم، منتظر شادیم، مسافر یه قایق بادیم. اوه چته؟ آدم علاف بیکار، چیه اول صبحی صبحونه رو گذاشتی رو سرت؟ مثل میگه ملت خوابن ها. پس تو چرا بیداری؟ پر کار زحمت کش. یه روز کل عمرت پاشو رفتی واسه زنت نون خریدی، حالا میخوای عالم آدم خبردار شن؟ عالم آدمی رفته واسه زنش نون خریده، خسته نباشی آقای زحمت کش. حالا چه اشکالی داره همه با خبر شن؟ عالم آدم، من مخلص زنمم هستم، ساعت 3 نصف شبم که عوض سنگک بکنه دندم نرم، چشم کور، پا میشم میرم تو صف تا صبحم وای میزم سنگک میگیرم میام. خدا وکیلی نگار خانم خوب احمقه گیرش اومده، دستش درد نکنه. تو چشت درد، من مخلص زنمم هستم. تو مشکلی داری بدبخت؟ نه چرا، دستت درد نکنه. باش İşte sen yakarlım, birini yolda saldım. Neyin adı malmadardım, başımı belaya saldım. Neyin adı malmadardım, başımı belaya saldım. Negar can, azizem, derbi Samet Baskon. Negar can, azizem. نگار جان باز کن، سنگک داغش میچسبه، باز کن. عزیزم من سهرامم، الان وقت شوخی نیست، باز کن. نگار جان سهراب خبر مرگش تو هفته یه روز سر حاله ها. باز کن، این چیزا تو زندگی مشترک به ندرت اتفاق میفته، باز کن. باز کن که کم کم دارون روی سگ من بدجور میاد بالا، باز کن. ده باز کن دیگه، شورشو در آورده گند اخلاق. کله سر منو فرستاد تو صف، چیه خانم سنگک عوض کردن، الان هم نمیخوان میل کنن. باز کن دیگه. نگار جان تو ریت شده؟ نگار؟ نگار زنده ای؟ نگار؟
نگار سلام نهر خانم، ببخشینا صبح زود بیدارتون کردم. خواهش میکنم، چون زحمت کشیدین. چه زحمتی؟ خاشخاشی نداشت؟ آها، شما خاشخاشی دوست دارین، فردا ایشالله. دست شما درد نکنه. ببخشینا، یه چیزی یادتون نرفت؟ آها، الان میارم. چیو؟ البته ببخشیدا، تا حالا هر دفعه نگار خانم از ما نون قرض گرفته ما پولش ازش نگرفتیم. حالا میدونم سنگک قضیهش فرق داره. حالا کی از شما پول خواست؟ شما از من نمیپرسین وقتی اومدم در خونتون چیکار دارم؟ من از این عادتا ندارم تو کار کسی فضولی کنم. به هر علتی اومدی خودتون میدونی. اومدم بپرسم خانم من اینجاست؟ این وقت صبح؟ آخه چی در میزنم در باز نمیکنه. خب من چیکار کنم که در باز نمیکنه؟ لابدنه مشکل منو ناصره که در باز نمیکنه. بفرمایید بخوابید. با این تشنجایی که شما وارد میکنیم اگه میشه راحت خوابین؟ ای بابا مثل که یه چیزی هم بده کار شدیم. خب نفرماییم بخوابین. همین کاریمون مونده که واسه خوابمون بیم از همسایه ها اجازه بگیریم. ببخشید فرمونی خاشخاشی دوست دارین؟ کنجد هم باشه میخوریم. بله حتما چشم. به نگار خانم سلام برسون اگه پیداش کردین. ناصر بیا صابونه حاضره. ناصر جان بیدارم بابا بیدارم. سنگک گرفتم برا. اومدم. صبح خیر. صبح خیر. بشین. دستت درد نکنه. چه خاشخاشی نگرفتی؟ فردا خاشخاشی میگیرم. این پسر چی میگفت این وقت صبح اومده دم در؟ چی؟ نون میخواست. نون؟ بیا. نمیتونم، ما اگه تو خونه نبودیم اینا چیکار میکردن؟ گشنگی میمردن؟ سمونت رو بخور، انقدرم غر نزن. پسر مردم غیبت نکن، گناه داره. اه چطور تو دروغ به این گندگی میگی؟ گناه نداره، اما من غیبت میکنم گناه داره؟ من چه دروغی گفتم؟ این نونو تو خریدی؟ پس کی خریده؟ از این سراب چغندر بود اومده بودم در خونه؟ هرچی من هیچی نمیگم تو پرروتر میشی ها؟ صابونتو بخور بلند شو برو سر زندگی. دیگه هم نبینم به شوهرت دروغ بگی. فهمیدی؟ چشم. من پشیمونم واقعا. آخه چقدر دروغ، چقدر شارلاتان بازی. ناصر جان پاشو برو این نونا رو پس بده به سهراب، ازشم معذرت خواهی کن. بعد اون وقت خودمون چی بخوریم؟ برو نونوایی تو صف وایسا دوتا نون بگیر، مثل بچه آدم بشیم صابونه بخوریم. من غلط کردم حرف زدم. خوبه؟ پس بخوریم. بخوریم. بگیرم لقمه برا. تو چرا؟ من خودم میگیرم، برای تو هم میگیرم. بفرمید. ممنونم. نه قهری نه دعوایی. تازه پاشنام رفتم براش نونم گرفتم. کاش برای منم یه دونه گرفته بودی. خواهش میکنم بفرمید، ما زیادمونه. دست درد نکنه مادر. خواهش میکنم. پس خونه شما هم نیومده ها؟ نه مادر، خونه من بیاد چیکار کنه؟ اگه شک داری بیا بگرد. نه پس کجا ول کرده رفته؟ شاید رفته باشه خونه هنگامه. اونجاست؟ زن توه، من باید بدونم کجاست. خوبه والا. دست شما درد نکنه. ببخشید مزاحمتون شدم. خدافظ. خدافظ. ای بابا هنگام جان من دیرمه. خودت یه نوک پا برو بگیر بیا دیگه. ببخشید نسام جان. آقا خوش به حالت. خوش به حالت چون من آرزوم انقدر علاف و بیکار باشم که صبح به صبح واسم تو صف نون نون سنگک بگیرم. حسام بگو رفت. بگو رفت. حسام رفت. رفت. حسام رفت. خانم سلام. سلام آقا سهراب، حال شما خوب هستین؟ نگار جون خوبن؟ کم پیدا سری به ما نمیزنن؟ خوبن هستن. سلام میرسونه. خواهش میکنم. ببخشید شما اینجا کاری داشتین؟ آره براتون نون سنگه گرفتم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. اتفاقا به حساب میخواستم بگم بری بگیره ها. ممنون. دستتون درد نکنه. خانم چشم.
ولی الان دیرم شده. شما یه چیز بدید من الان برم سر کار. فردا میرم اون شوفاجکارا رو که اون دفعه آورده بودم برمی‌دارم میارم. فردا دیره. همین الان که داری میری سر کار، اول برو تعمیرکار رو برده بیار. عجب گیری کردیم ها. این همه آدم بیکار و علاف توی خونه، عدل من باید برم دنبال تعمیرکار. تو زن منو ندیدی؟ تو هم وقت گیر آوردی تو این هیرو ویرا؟ تو که اینقدر عجله داشتی پس چرا اینجا وایسادی؟ برو تعمیرکار ورده بیار که بتونی به کارت برسی. خانم خب یکی دیگه بره، این مسعود بره. مسعود بچه خسته است، گناه داره. برو مادر، برو بگو وسایلش هم بیاره زودتر تعمیر بکنه. برو. چشم. تو چرا ویلون سرگردون اینجا وایسادی؟ آخه زنم نیست. ببین چی کار کردی که اول صبحی زنت گذاشته رفته. بابا چرا هیچ کس باور نمیکنه من به خودش غلطی نکردم؟ من که صبح نونم گرفته بودم براش که. به من دیگه نمیخواد دروغ بگی. برو. ناصر، مسعود، بابا یکیتون بیاید مداد من برسین. نامردا، نگار. خدا. مسعود، مسعود در رو باز کن، در رو باز کن، بیا ببین من چه خاکی باید به سرم بریزم. مسعود، مسعود. الو، سلام ماما، خوبین؟ آره منم خوبم، اونم خوبه، ممنون. بله، مامان جان فقط میخواستم بدونم که شما امروز خونه هستین؟ نه، میخواستم بیام خونه تون. نه، چیزی نشده، من خوبم. خب پس میام خونه براتون میگم همه چیو. چی؟ مامان جان اگه اجازه بدین چون مفصله من میام خونه همه چی واسه شما تعریف میکنم. خیلی خوب. خب آخه شما که نمی... باشه. میدونین چیه؟ امروز میدونین بابای سهراب به من زنگ زد چی گفت؟ همین امروز صبح. خب آقا سهراب خان دو هفته است که سرکار نمیره. چیزی نیست؟ خب خیلی چیزا رو شما نمیدونی. اصلا آقا سهراب که اولین بارش نیست که. من بدنش رو زنگ زنم. خدافظ. خدافظ. سلام علیکم. سلام. شما چطوری؟ صبح بخیر. ببخشید سرزاده مزاحم شدم. داری اینجا تلفنی حرف میزنی؟ من دو ساعت اون پشتم در میزنم و داد میزنم. چرا در رو باز نمیکنی؟ باز ببینم کجا داری میری؟ دارم باهات حرف میزنم. چه میدونم به خدا. آقا هرچی من فکر کنم زیر سر اون تلفن است. آره سهراب جون یه زنگ بزن این شماره رو چک کن. یه زنگ بزن این با کی داشت حرف میزد. اصلا به شما چه ربطی داره؟ باز شما این خونه من. خیلی خب بابا ناراحت نباش. به هر حال اگه بازم خواستی دری چیزی بشکونی ما هستیم در خدمت ما رسیدیم. الان داریم در خونه سامینا رو بشکونیم. باشه. الو سلام. ببخشید مزاحم شدم. چی شده؟ نه من سر کار نمیرم. چرا باید بهش بگم؟
ببخشید خانم، میشه تو زندگی من دخالت نکنین؟ با من به چه زبونی باید بگه؟ من نمیخوام شاگرد سلمونی بمونم. من 2 سالم که بیکار بمونم بر نمیگردم تو سلمونی. خداحافظ، خداحافظ. بی خیال شو سهراب، نه ترس، برمیگرده. کجا برمیگردم؟ از زنم میشناسم. من تو برنگردم سرکار، پاشو توی خونه نمیذاره. نذاره بهتر. اگه حالا من زن ندارم کجای زندگیم لنگه؟ تو اصلا مگه زندگی داری که جایش لنگ باشه؟ نه تو داری. بیکار، بیار، بیمار، بی پول، بدبخت. دیگه نمیدونم واقعا باید فکر بکنم، اینطوری نمیشه. چرا گریه میکنی؟ چته؟ کفگیرمون خورده ته دیگ، دیگه یک قرون پول تو خونه نداریم. آه حالا نه که قبلا خیلی ثروتمند بودی تو؟ همین. آها راستی، شما فکر میکنید که این ماشین حسامو چقدر میخرن؟ پیاده شیم؟ نه خیر، اگه دوست داری تا شب بشین همینجا. مرد سبیل، تو چرا با من دعوا داری؟ اصلا من کار نمیکنم. منو برسان خونه. ببین تو دیگه برای من عدواتوار در نیارا. میرم آقا. آقا نوکرتم، غلط کردم، بیا بریم تو. به شیطان بگم، ما پولمون رو اول میگیریم. ببین همه این حرفا رو با این خانم صابخونه بزن، من اینجا هیچ کارم. اصلا میدونی چه، من راننده این خانومم. بیا بریم. سلام خانم، این آقای تعمیرکار رو آوردم. منتهی که تو اول پولمو نگیرم نمیام تو. پس بهش بگو بره. برو یه نفر دیگه رو برد بیار. خانم من دیرمه، همین الانم هم 2 ساعت دیر کردم. نمیخوای بری کسی دیگه رو بیاری؟ برو بقیه پول بگیر، همین اول کار پول این آقا رو بده. دلتون خوشه خانم؟ بچه های این خونه همشون وضعشون یکی از یکی بدتر. پولشون کجا بود؟ اگه پول ندارن پس برای چی منو آوردی اینجا؟ یالا منو برسان. ای بابا عجب گیری کردیم ها. آقا بیا تو کارتو شروع کن، من پولتو میدم. فقط حسام باید من برسونی تجهیز از بانک پول بگیرم. تو خونه هیچی نداریم. بفرم. الهی با امید تو امروز خودمان را به تو میسپاریم. مادر من 10 دقیقه طول میکشه تا آمدش. نه دیگه خانم عجله نکنیم، من که امروز به سر کارم نمیرسم، هر وقت خواستیم بیام. خیلی خوب مادر، پس منتظر باش بیام. بعدش هم یه تو که پا بریم مولوی. بله من منتظرم. مولوی سلام. سلام. ببینم تو شرکتتون کارمندی، آبدارچی، پیک موتوری، چونم حسابداری، چیزی نمیخواین؟ ای بابا من دیگه خودم از فردا نمیتونم برم سر کار. تو دیگه چرا؟ برای اینکه تو شرکت بهم گفتن یا از این به بعد سر موقع میای یا اگه دیر اومدی دیگه نه، یا این آخری مهلتته. با از تازه شدی مثل ما. خسته نباش، دلمون خوش بود یکیمون سر کار میره. آقا بشینید به جن چرت و پرتای خود، عقلای ناقصمون رو بریزیم رو هم، یه فکری بکنیم ببینیم کاری چیزی میتونیم پیدا کنیم. آقا عقلامونو بریزیم رو هم دیگه به هیچ جا نمیرسیم. پولامونو بریزیم رو هم، پولامونو بریزیم رو هم دیگه، یه ماشین بخریم، شیفتی روش کار کنیم. آزادی کرج، کرج چالوس، چالوس ونک. چالوس کجا؟ ونک. تو 10 تومن نداری صبح پول بدی نون بخری سر صبحونه زنت بخوره. راستی نگفتین این جیپ حسامو چند میخره؟
ناصر آنچنان با مش میزنم تو دهنت که دندونات برسه تو گوشت ها. من که چیزی نگفتم، که فقط یه سوال کردم. آقا بهترین راهی که میشه ازش پول در آورد تدریس خصوصیه. وقت ببخشید شما به بچهای مردم چی میخواین درس بدین؟ من انشا درس میدم. من یه نامه های واسه نگره مینوشتم که هر وقت میخون زار زار گریه میکرد. میخواین الان برم چند تاشو بیارم تا بیکاریم بخونیم با هم دیگه؟ چیه ناصر ورش دار بیار؟ آقا زشت نیست؟ برو بیار. آقا بگی بشین مسخره بازی در نیار، خود فکر کنین. بذار برو بیار بعدم بیار. آقا من میگم که بریم پولامونو بذاریم رو هم دیگه، چهار تا بیل دست دوم بگیریم. بریم همینجا میدون تجریش. میدونی عمله ها در روز چقدر پول در میارن؟ 7000 تومان که 2500ش سود خالصه. 4500 دیگه چی میشه؟ استهلاک دیگه. استهلاک چی؟ استهلاک خودمون دیگه، چهار چرخمون پنچر میشه. تو حرف زدی. لال بیمزه گفتم حرفای لوس نزن بیمزه. بزنش لوس بیمزه. خوبه وضعتون اینه و دوره هم جمع شدین داریم میخندی. اگه پولدار بودین چی کار میکردین؟ حالا بعد از این که خنده هاتون تموم شد یه فکری به حال قضای این بنده خدا بکنی. خانم من که اصلا زنم قهر کرده رفته، هیچی هم تو خونه نداریم. زن منم که اصولا غذا درست نمیکنه. زن من آشپزی میکنه ولی فقط یه تخم مرغ تو خونه داریم. منم که زن ندارم ولی یه سیب زمینی دارم، البته میزنیم تنگ تخم مرغ اینا، یه غذای خوب درست میکنیم میدیم مرده بخوره دیگه. انگشتاش هم میلیسه خانم. شما هم مردین؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ منظور خانم اینه که خجالت بکشین. منظورم اینه که آبروی هر چی مرد بود. حالا نگران نباشید دیگه، بالاخره یه ساندویچ ماندویچی از یه مغازه میگیریم با نون اضافه میدیم بهش بخوره دیگه، درست میشه. این همه آدم بیکار تو این خونه، بس ساندویچ بدیم به این بنده خدا بخوره. بله شما درست میگین. من شماره یه جایی رو دارم، اینا غذای خونگی میپزن، میتونیم زنگ بزنیم از اونجا براش غذا بگیریم. ببینیم و تعریف کنیم. حسام بریم. برو آجا برو. ایول پیدا کردم. چیو؟ غذای خونگی. برو بابا اینو که من الان گفتم دونگاتونو بدیم برم بالا زنگ بزنم. چی رو برم بالا؟ پولدار شدیم آقا. پارکینگ رو تمیز میکنیم، چهار تا دیگ و قابلمه و ظرف هم برمیداریم میاریم، فقط هم غذای خونگی درست میکنیم و میبریم دم خونه مردم. چطوره؟ ایول ایول با این عقل ناقصش چه فکرایی میکنه اینا. آره خیلی خب، بریم بشینیم خونه من ببینیم چه خاکی با تو سرمون بریزیم. تو هم بپر به اسمم بگو هر وقت برگشت سری بیاد خونه من. تو چشم اینو دونگ من بگیر. بودو اومدی ها؟ بودو سورا بودو. الو سلام علیکم خانم، خسته نباشید. خوب هستین؟ رستوران غذای خانگی بله همین که شما دارید میگید، غذای خونگی دیگه. بله غذای خونگی. یه غذا که میخواستیم ولی قبلش یه سوال داشتیم از خدمتتون. اول سوالمون رو میپرسیم بعد غذا رو سفارش میدیم. ببخشید خانم شما چیا میپزین؟ چی درست میکنین؟ پولش خورشته بادم جون، فسنجون. ایول آفرین باری که الله. شیرین پلو. و شیرین پلو چی هست؟ من خوردم. خب اینا رو همه رو تو خونه میپزید؟ ببخشید خانم چجوریه؟ این به لحاظ هزینه و درآمد و اینا چجوری هست؟ همچی میصرفه براتون؟ نه من منظورم این بود که اینم زحمت میکشین سودش خوبه یا نه. ببخشید چشم. یه سوال دیگه داشتم از خدمتون. ببین شریک میخواد من هستم، شریک میخواد من هستم. خانم ببخشید شما تنهایید؟ نه باور، منظورم این بود که تنهایی این همه غذا رو درست میکنید یا چند نفر دیگه هم هستن؟ شریک دارید؟ همکار دارید؟ بله بیتره فوش میده. معلومه این چه طرز سوال کردن آخه. خب باید سوال بکنه دیگه. آقا اولش ما باید بفهمیم که این شغل مزخرف چقدر درآمد داره. کجاش مزخرفه؟ 50 تا غذا زور میپذی، 50 تا هم شب میشه رو هم 100 تا. هر غذا 1000-1500 تومن خیلی خوبه. 1500 خیلی ارزونه. اگه اینطوری باشه من خودم مشتریشم. برو بالا 2 تومن. نه آقا جون، اولش باید ارزون بدیم تا مشتری پیدا کنیم.
بعدم همچین ارزون ارزونم نیست. 100 تا غذا غذام دونه 1500 تومان میشه 150 تومان. بگیریم 100 تومان هم هزینه چه میدونم مواد اولیه و این چیزا 50 تومان خالص برای 4 تا میمونه. ای بابا 4 تا؟ نه یه آدم نیست. ببین ناصر بخوای اول کار دبه در بیاری یا همچین با لغت پرتت میکنم بیرون. حواستو جمع کن. بابا جان اگه نگره نباشه کی میخواد آشپزی بکنه؟ تو یا این؟ ما که بلد نیستیم یه نون پنیر درست بکنیم، بعد در روز میخوایم 100 تا غذا بپزیم عمرن. اجازه بدین. تو قبل از اینکه آشپزیمون خوب بشه یا آشپزی یاد بگیریم یا باید یه آشپز بیاریم یا باید همتون زناتون رو بردارید بیان اونجا کمک کنن. من که دیدی زنم ول کرده رفته. خب برش میگردونیم؟ بر نمیگرده. غلط کرده. ناصر بفهم چی میگی، میکوبم تو دهنتا. آقا جون اصلا این سهراب به درد شراکت نمیخوره. همین الان بلند شو برو سالونی بابات کله بتراش. بلند شو، بلند شو. ناصر باشه من نیستم. منم نیستم. آقا اصلا من هیچ کدومتون رو نمیخوام. کیو باید ببینم؟ پاشین. پاشین خودم به شرکت راه میدازم. پاشین ببینم. پاشین. نه بابا. پس ما چی؟ برو بشین فکر کن، زحمت بکش. فکر خودم بود. نمیخوام بهتون بدم. باشه، باشه فکر تو بوده. تو این پارکینگ آشپزی راه بنداز. اگه من فردا یه ماشین نیوردم اینجا پارک کنم، حالا میبینی. بذار کنار، بذار باد بیا. تو گورت کجا بود؟ ماشینت کجا باشه؟ حرف میزنه بمیر. ببخشید ماشین حسام که هست. ماشین حسام خوبه برای غذا بردن این کارا. ایول، از الان حسام مسئول غذابری. نه، ببینین حسام بذارین تو آشپزخونه من غذا رو ببرم. باشه، فرق نداره. بابا تو با این قیافه غذا ببری در خونه مردم اشتها واسه کسی میمونه آخه. ناصر میکنم تو دهنتا. یعنی چی؟ یعنی چی مسخره بازی ها؟ خنده ها یعنی چی؟ جدی باشه ببینم. اول کارو مسخره بازی؟ خیر سرم داریم شرکت را میندازیم ما. آقا گفته باشم بهتون از این لحظه به بعد هر نوع شوخی کردن، مسخره بازی، غرغر زدن، نقنق کردن، کل کل کردن و رو کم کردن و همه چیز موقوف. فهمیدین یا نه؟ الان به جای اینکه اینجا نشستین داریم مسخره بازی در میاریم، پاشین. پاشین بریم پارکینگ رو تمیز کنیم. تو رو هم اینجا چرت و پرتاتونو بگید دیگه. پاشین ببینم. پاشو. پاشو ببینم. حرکت میکنیم. سلام مادر جون. حال شما؟ شما خوبی؟ ببخشید من شرمندم واقعا. من اون موقع خیلی عصبی بودم. من بله بله ببخشید به خدا دیگه. نگار جون نرسید هنوز؟ ببینید تا رسید بگین بیاد. نه چیزی، من یه شغل خوب پیدا کردم، میخوام غافلگیرش کنم. بله ممنون، مرسی. آره حتما. ببینید به بابا جون خیلی سلام برسونید، بگین دلم خیلی براتون تنگ شده، حتما میام پیشتون تو این هفته. متشکرم. بازم ببخشید، بازم شرمنده، من واقعا قصدی نداشتم. متشکرم. حتما حتما میام پیشتون. پس نگار تو اومد بگین بیاد. خیلی خوشحال شدم. سلام برسونید. قربان شما، خداحافظ. ساعت 2 بعد از ظهر است. یکی نمیخواد به من میگن نهار چی کیف میکنی؟ شما ها دیگه شورش در آوردیتان. من هر چی چی به تو نمیگم شما هم هیچی نمیگیتان. چی شده آقا؟ خانم لاغر زنگ بزنه این ساندویچ سر کوچه تان، یه دانه پیتزا برای من بیارن، پولش خودم میدم. ای وای آقا این حرفا چیه؟ شما مهمون ما هستیم. بفرمایید من نهارتون رو میارم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. سلام نایره جون. سلام اینکه به تو، چه عجب. بیا تو. نه مزاحم نمیشم. ببین چرا هیچ کی تو ساختمون نیست؟ چه میدونم والا، من که تو کار دیگران فضولی نمی کنم. میخوام باشن نباشن، بیان برن، من مو فضول مردمی. ولی کجا رفته یه دفعه همشون؟ کیا؟ هم دیگرون. خب من هم آدم همینو از تو بپرسم دیگه. بپرسی که چی بشه؟ بیکاری؟ آدم تو این دور زمونه هرچی سرش تو لاک خودش باشه راحت تره. ولی عجیبا یه دفعه همشون گشتن رفتن. نکنه یه خبری شده؟ ببین من اینا رو نمیدونم. یه تعمیرکار اومده واسه شوفاشخونه، حالا نهار میخواد.
هر کی آوردتش بگیم نهارش هم همون بده. کی آوردتش؟ من چه میدونم، من که تو کار دیگه‌رو فضولی نمی‌کنم. ما نیوردیم. بابا گناه داره بدبخت، باید بهش نهار بدین. خب بیا تو حالا بریم ببینیم چیکار می‌کنی. بیا چیکار کنیم؟ ساعت 2 بعد از ظهره. کلجوش خوبه؟ کلجوش؟ آره، آره، همینو درست کنی، خیلی خوبه. همینو درست می‌کنی. دست درد نکنه مادر، من خودم میبرم بالا، تو دیگه برو دنبال کارت. خانم ساعت 2:30 من کجا برم دنبال کارم؟ ببین من بی خودی بهانه نکن، تا از اول صبحم نمیخواستی بری سر کار. خداحافظ. شما هنوز اینجایی؟ کار تموم شد؟ خانم 2 ساعت است که تموم شده است. یکی نی توی ساختمون به ما بگه خرد به چنده. مردیم از گشنگی. خب میگفتید ما خودمون میرفتیم بیرون نهار یه چیزی کوف میکردیم دیگه. نهار بهت ندادم بخوری؟ خانم شما پول ما رو بدید بریم رد کارمون. نهارتون رو نخواستیم. چند لحظه صبر کن پولتو بهت میدم. خدا خیرتون بده. اینا دیگه کم بابا. سهراب بها سلام علیکم، اومدی؟ شغل جدیدت اینه؟ آره خوبه، فقط یکم پرسر صداست. ای همچین بفهمی نفهمی یه خوردم بودار. سهراب شما دارین تو چی کار میکنین ها؟ حالا فعلا صداشو در نیار، بعدم بهت میگم. خلاف کیلو چنده؟ خودت گفتی بودار. مگر کار بوداری خلافه؟ سهراب به من راست بگو، وگرنه زنگ میزنم پلیس صدر بیاد بگیرتتون. برو زنگ بزن، برو زنگ بزن بگو شوهر من با رفیقاش جمع شدن دور هم دارن آشپزی میکنن، غذا بدن به مردم، پول درارن بر زنشون. بگو برو زنگ بزن بهشون. برو زنگ بزن. زیاد درست میکنم، جمع میشیم بالا دوره هم میخوریم. نه هیره جان، فقط مطمئنی که دوست داره؟ وا از خداشم باشه. سلام خانم. سلام. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، قابل نداره. نمیدونستم خونه ایم، نه کاسم برای شما میآوردم. کلجوش دوست داری؟ خیلی. آخه حالا اینو برای کی درست کردی؟ واسه نهار این تعمیرکاره. فکر نمی‌کنم از این چیزا خوشش بیاد. می‌خوام بدم شما بخوری؟ یعنی این کاسه نهار این آقاست؟ خودمون کم کار و زندگی داریم، بعد جور دیگرونم بکشیم. اصلا نمی‌دونم کی به این گفته غذاش با ماست. همین، من گفتم. خب پس زودتر ببریم برای سایخ نکرده. نمی‌خواد ببریم. فقط یه ذره خجالت بکشید. چرا؟ می‌دونین الان ساعت چنده؟ ساعت 3:30. الان وقت نهاره؟ نه.
حالا خوبه باز ما به فکر بودیم. بعضیا که رفتن خودشونو هفته سوراخ قایم کردن که به خرج این بنده خدا نیفته گردنشون. از این به بعد لازم نکرده شما به فکر باشین. بیا اینم عوض دست شما درد نکنه. عیب نداره. فعلا بیا بریم نهار این بنده خدا رو بدیم تا یخ نکرده. نه 100 سال نمیبرن. خودمون واجب تریم یا این شوفاشکاره؟ خودمون میخوریم. نه یره جان. زشته. آخه این بنده خدا چه تقصیری داره؟ من چه تقصیری دارم؟ اصلا اینجوری بهتر شد. بیا بریم بالا با هم بخوریم. خانم شما بیا بریم بالا با هم بخوریم. خوشمزه شده ها. نه خیر شما بفرمایین بخوریم. ولی بعدش همتون جمع میشین اینجا تا تکلیف همتون رو روشن کنم. اینطوری دیگه فایده نداره. چشم. سلام بچه‌ها، عجب فکر کردین ها، دستون درد نکنه. فکر خوب شما کردین که امروز قبل از نهار رفتین و تشریف آوردین. یعنی شما موافق نیستین؟ با چی؟ غذای خونگی دیگه. ببین حرف تو حرف نیارا، من از این زرنگ بازی خوشم نمیاد. زرنگ بازی چی؟ آخه خانم اصلا هیچی خبر نداره، فقط میتونسته امروز قبل از نهار بعد بره، بعد از نهار برگرده. نیره، الکی شر درست نکن. ما بس ببینم داره چی میگه این. ببینم من رفت آمدم باید با شما هماهنگ کنم؟ نه خیر. هم که با شوهرتون هماهنگ کردین، یه دعوای زرگری رو انداختین، رفتین الان با یه لبخند عاشقانه برگشتین کافیه. اولا که به شما ربطی نداره. بعدش هم شوهر منو بگو که میخواد با شماها شراکت کنه. چه شراکتی؟ اگه من گذاشتم که سهراب قاطی بازی شماها بشه، حالا میبینی؟ بشین بابا تو هم. درست صحبت کن. بگیر. ببین یه جوری میزنه بعد نتونی اجات بلند شی. بزن اینا میخوای چیکار کنی؟ وقتی زدم ببینی چه جوری گفتم. درست صحبت کن. آقا بس حل دیگه. حل. ایول. ببین مسعود جان، من از همین اولش بهت بگم با اطمینان کامل از ته دلم هم دارم بهت میگم، برای اینکه اینجا راه بیفته من و زنم هر کاری حاضریم بکنیم. اینجا جارو بکشیم، ظرف بشوریم، مثلا هر چی کار سخته بدیم به ما. نه دیگه، نشد. آقا جان هر چی کار سخته مال من و نگیر است، ظرفا رو ما میشوریم. آخه یعنی چی؟ من رفیقم. آخه من بیام اینجا ببینم زن رفیق من داره ظرف میشوره، بعد من گوسفند دستم بکنم تو جیبم همینجوری بر رو بر نگاه کنم؟ آقا راستی رو من و هنگام و ماشین هم میتونین حساب کنین. اصلا از الان به بعد ماشین من و ماشین تو نداره که، این ماشین مال همه است. به به به، آدم حظ میکنه شما رو نگاه میکنه. باریکلا. فقط میمونه یه چیزی، این قابلمه و اجاق و دیگ و اینا رو چیکار کنیم؟ اون با من. ای بابا تو هم هر چی ما میگیم میگی با من. آقا جون با من. بابا ما یه فامیلی داریم، این سالی دو سه بار تو حیاتشون غذا میده، همه وسایل آشپزی رو هم خریده. ما میتونیم ازش بگیریم تا یه چیز بهش بدیم. آفرین، عالیه. در ضمن قضیه تبلیغات هم با من و هنگامه، یه طرح عالی میزنم، بعدم میرم پیش دوستام که دستگاه فتوکپی دارم، میدم از روش یه عالمه تکثیر کنن. قبل از اینکه پخت و پزو شروع کنیم میچسبونیم به در و دیوار و پخش میکنیم بین مردم. فقط باید به فکر اسمش باشیم. باریکلا. آفرین، خوشم اومد. آقا فقط نمونه یه مسئله ای، یکی من باید یه ندایی به زمان خانم بدیم، چون من میشناسمش دیگه. فردا پس فردا میاد کاسکوزار رو سر ما میشکونه که چرا پارکینگ منو کردین آشپزخونه. اون با من. نه بابا با من. تو چرا ای خودتو میندازی وسط؟ آقا چون همتون باحالید، اونش دیگه با من. اینجوری نمیشه مسعود جان، تو همه کارا رو بکنی ما پول مفت گیرمون بیاد. آقا جون حرومه، من از اول زندگیم تا حالا یک قرون پول مفت تو زندگیم نیومده. تو اصلا یه قرون در آوردی که مف باشه یا مف نباشه؟ زنم تو گوشه دا. آقا این کارا فایده نداره. ببینیم ما اول از همه باید قسم بخوریم، باید مرد و مردونه قول بدیم که چی؟ یک، مثل کوه پشت هم باشیم. دو، زیرا به همو نزنیم. سه، به هم اطمینان کامل داشته باشیم. آفرین بچه. من دستاتونو بیارید. همگی باید قسم بخوریم. من هر چی میگم شما پشت من تکرار کنید. ما چهارتا قسم میخوریم در شراکت مثل مرد هوای هم را داشته باشیم. و نگذاریم تفاوت‌ها اختلاف سلایق دیدگاه‌ها و تکثر آراء
و تکسر آرا آرا این به بعدشو ما تو دلمون میگیم ما را از هم بپاشد بپاشد دستم 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 ول کن ای من دیگه با این دست چجوری میتونم آشپزی کنم ناصر جان ببین تقصیر من بود نه 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 ناصر تو تقصیر من بود من دستم من بود تقصیر من بود من همه تو بود نه 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 چیزی نشد بچه حالا پا میشیم چهار نفری پا میشیم این مرد با هم دیگه روبوسی میکنیم و کارمون از همین الان با انرژی شروع میکنیم پاشیم بچه پاشیم ناصر ناصر ببین چه بلای سرم آورده نگاه کن چی شده نگیره از خانمون آقا بپرس میکشمت شما میگم بیاییم بیرون آره چرا لغت میزنی تو ماشین؟ آخه این ماشینه کی به تو گفت بیا اینجا وایسی؟ برم دهانتا 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 بس کن بشین اصلا نباشید شروع خیلی خوبی بود آفرین باریکلا این بود اونم قسم خوردن و پشتم وایسادن و دست دادن و اینجوریه اینجوری می‌خواستیم با هم دیگه شراکت کنیم دستتون درد نکنه تو هم دیگه انقدر قضیه رو گنده نکن بین هر زن و شوهر دعوا پیش میاد ببخشید لابد من و ناصر با هم زن و شوهریم خواهش میکنم اتفاقا خیلی هم به هم میایم درست بشین درست بشین ما رو باش خودمون مسخره کیا کردیم حالا مگه چی شد آقا مسعود جنگ اول به صلح آخر بله از این مسائل زیاد پیش میاد آقا اصلا ما موقوز آقا سهرابم هستیم بیا قربونت برم آقا من معذرت میخوام من نامردم اگه دیگه دستو کوچیکتر از خودم بلند کنم بله نگار جون تو هم بیا روی نایر خانمو به وزشت بیا نایر جان دیگه شرمنده دیگه تو چرا شرمنده من باید شرمنده باشم که تو رو زدن تو منو زدی چه فرقی میکنه نگار جان اگه دوست داری بقیه فکر کنن تو منو زدی خیلی خوب خانوم و آقایون این خانوم با هیکلش منو زد یه دستم به افتخارش بزنی دست در نگاره نگار خانوم واقعا عالی بود تو بالاخره میای خونه دیگه نه یک پدری ازت دارم که دست زدن یادت بره تو خودت گفتی دست بزن پس ما چه غلطی بکنیم آخه هیچی
تا شب میمونیم تو کوچه، شما هم هی لیچار باره هم کنین. یعنی باز نمیخواد راهمون بده تو خونه؟ چرا راه نمیده؟ اتفاقا الان منتظره، چایی گذاشته، اسونا آماده کرده، میگه بچه‌ها چرا نمیان؟ پاشید برید دیگه. خب بریم دیگه، من خیلی گشتمه، بلند شین. خنگ داره متلک بارت میکنه. نمیفهمه که بگو. ولی من دارم جدی میگم، شما نمیای؟ برو. آره، برو تو. برو. کیه؟ سلام مادر، ببخشید میشه این در رو باز کنید؟ چرا نمیشه مادر جان، بیا تو. خب با ما امر دیگه ندارین؟ چرا مادر، به همه اون رفیقات هم بگو بیان تو، بیان خونه من. آخه مزاحم میشیم به چه مناسبتی؟ هیچی، میخواییم دوره هم بشینیم، یه چایی بخوریم، یه عصرونه میل کنیم، یکم هم با هم حرف بزنیم. من که خودم سیرم، ولی خب بچه ها طبق معمول دلشون میخواد بیان. پس بفرمایید. نوشه جان انشالله گوشت بشه به تنتون، مام اتفاقا زوری کلجوش خورده. منم بعدن میخورم، بس من گذاشتین کنارا. آره ظرفاش گذاشتم تا بشوری. خانم جان ببخشید، شما ما رو دعوت کردید اینجا که دعوای اینا رو ببینیم و چرت و پرتاشون رو بشنویم یا اصلا خوردن شما رو تماشا کنیم؟ نه، قرار حرف بزنیم. درباره چی؟ یعنی شما نمیدونین؟ اجازه بدید خانم، من همین اول ماجرا یه چیزی رو روک و رو راست براتون توضیح بدم. چه ماجرایی؟ همین قضیه شراکتمون دیگه. ببین خانم جان، میخوام بهتون بگم که این چیزا پیش میاد و بازم پیش خواهد اومد این دعواها. چرا؟ چون طبیعیه. اصلا مگه میشه یه کار به اون بزرگی، به اون عظمت و یه همچین جمعیتی بخوان شروع کنن و موقع دعوا پیش نیاد؟ خب طبیعیه که پیش میاد. حالا شما میگید نه نمیشه، باش چشم دعوا نمی کنی. چی داری میگی؟ چه کاری؟ ببینی خانم، ما میخوایم از این وضع مفتضحی که توشیم بیایم بیرون، میخوایم کار کنیم، خرجمون رو دراریم. باریکلا، چجوری؟ ببینید ما تصمیم گرفتیم تو همین پارکینگ پایین غذا بپزیم و ببریم دم خونه مردم. البته فکر همه جاشو کردیم. آره حسام؟ آره دیگه. خب از کار خودت چی؟ اخراجش کردم بابا. دروغ میگی؟ ای بابا، باز بحث شد خانوادگی. میبینید خانم، راستش تمام دعواها، بد و بیرا گفتن و کتککاری این ساختمون به خاطر بیکاری و بیپولیه. یه لطفی کنید خانم، یه چند روز این پارکینگ رو در اختیار ما قرار بدید، یه مادری کنید در حق ما، ببینیم که این کار ما میگیره یا نمیگیره. اگه گرفت که گرفت، اگه نگرفتم بالاخره یه خاکی تو سرمون میکنیم دیگه. ولی پول در آوردن به این سادگی هم نیستا. من گفتم آسونه، منم میدونم پول در آوردن سخته. شما با این اخلاقاتون که به درد شراکت نمیخورین. چرا نمیخوریم خانم؟ شما یه لطفی کنید، یه فرصت کوچولو به ما بدین، زیر پروبال ما رو بگیرید. اگه ما تونستیم که تونستیم، اگرم نتونستیم که... اگه نتونستین چی؟ نه زمان خانم ما میتونیم. میدونین چیه؟ ما فکر کردیم که آشپزی رو ما خانم ما میکنیم، بعد خریدن لوازم و توزیعش با آقایون. اصلا اجاره پارکینگ هم بهتون میدیم، خوبه؟ باشه، یک هفته آزمایشی کار کنیم ببینیم چی میشه. ایمان! اسونه الان میچسبه. هفتم بفرمید. نهیره مادر، پاشو برای بچه ها چایی بده. چشم بابا. زمان خانم، به افتخار زمان خانم باصفا، بزن که بمرتب. خیلی باحالی. بفرمید بفرمید بفرمید. بایست کنار رو بگم، کل داراییمه از بانک کشیدم بیرون. شما گداگوشنا که یک قرون پول نداری. حسام جون تو میشه حسابدار، اینا رو تحویل میگیری.
بیا بریم وایسی.